درود مجدد میفرستم خدمت دکتر حسام نوذری عزیز. از اینکه دعوت دفتر پژوهش حزب را پذیرفتید جناب نوذری سپاسگزار هستم. موضوعی که امروز با تصمیم خود جناب عالی در نظر گرفتید که صحبت بکنیم و بحث بکنیم راجبش، مقوله همیشگی جامعه ما دین و سیاست هستش که این دو چطور به هم دیگه ربط پیدا میکنه و چطور با هم دیگه متمایز میشه، چطور هم دیگه رو رد میکنه و به هر حال مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره چند نظر دین و چند نظر سیاست رو شما ازتون خواهش میکنم که میکروفون رو به عهده بگیرید و در این باره بپردازید. البته حتما بعدش سوالهایی هستش که مسائلی پیش میاد، سوالهایی پیش میاد که طبق جلسه قبلی یا جلساتی که ما داریم به عنوان پرسش و پاسخ به اون خواهیم پرداخت. جناب نوذری، میکروفون در اختیار شماست، خواهش میکنم. چقدر خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم و بسیار سپاس گزار مهر و محبت شما هستم. زمانی که از دین صحبت میکنیم، اجازه بدید که مستقیم سری بزنم به دین اسلام. کتابهای مقدس اسلام سایه سیاهی و تباهی را بر بیش از میلیاردها تن در درازنای صده ها گستردند. سوره های تباه کننده که برایند پریشان روی مردمانی است، فاسد و شیاد، بیمار، که اندیشه های ناپاک و گندزده را همواره آبیاری کردند و دینشان را باورداشت به جهان غیب معنا می کند. باوری که جهان راستین ایران ما را جهنم کرده است. سوره و آیه های کتاب های مقدس خود بازو کننده ناپیوستگی و آشفتگی هند. کتاب هایی که نه تنها مرد و زن را برابر نمی دانند، همانا بردگی را نیز روا می دارند. اسلام افزارهای نوازندگی را، موسیقی و ترانه را، شادی را ابزار شیطانی می داند و این همه خوشگندیشی برخواسته مغزی است که از روان بهداشتی به دور است و سازنده خشم و سنگدلی است و باران را غم می داند و خشکی را آبادی. کتاب های مقدس نارس هستند و بیماگه و صده هاست که خانمان و اندیشه ایرانیان را داغان کردند و برایند آن تباهی، کشتار، فرهنگ سوزی و دشمنی با علم و هنر است. ای اهل ایمان، برای شما حکم قصاص کشتگان چنین است: غلام را به جای غلام و زن را به جای زن قصاص کنید. کمتر آیه است که در آن سخن از بیم و ترس و جهنم و کشتار نباشد. برای آنان که کافر شدند عذابی سخت در راه است. هنگامی که این کتاب ها را باز می کنید، همواره با عذاب، ترس، بیم، قتل و کشتار و درد روبرو خواهید شد. و زنان که در جایگاه کالا ارزشیابی می شود، زنانی را که در جنگ ها تصرف کرده اید و مالک شده اید بر شما حلالند. مادران و خواهران و دختران سرزمینمان ایران در چنگ دیو اسلام گرفتار شدند. درباره زنان و جایگاه ایشان آیه های خارداشت بسیار است که نگارش و بازگویی آنان نیز شرم‌آور است. کافران را هر کجا یافتید به قتل برسانید. ما شما را بر جان و مال این گروه تسلط کامل بخشیده ایم. سوره نساء. آنان را گرفته با زجر به قتل برسانید که این سنت الله است و بدان که سنت الله دگرگون نخواهد شد. سوره احزاب. همیانانم، کتاب های مقدس سایه سیاهی و تباهی را بر بیش از میلیاردها تن در درازنای صده ها گستردند. سوره های تباه کننده که برایند پریشانگوی مردمانی است، بیمار و شیاد، با اندیشه های آلوده و گندزده، ناپیوسته و آشفته، چرکین. اندیشه های خردسوز و نابکار این کتاب و کتاب ها را پس برانیم و ایران را بر آنچه سزاوار است بنشانیم. و سری بزنیم به مشروطه. چه بر سر پادشاهی مشروطه در ایران رفت؟ مشروطه پاسخ به ستمهایی بود که از سوی شاهان و شاهزادگان بر توده روا می رفت. مشروطه پایه در جنگ با ستمگری داشت و برافراشتن خردورزی. جنبشی پدید آمد، جنبش مشروطه، تا برایند آن
دادگستری باشد و راهگشایی به سوی روشنبینی، جنبشی که توده‌های گوناگون مردم آن را پشتیبانی کرده است. مشروطه اما ناکام ماند و ناآگاهی ایرانیان افزاری شد برای فروپاشی آن، که در هم رفتن دین و سیاست زیانبار است. آمیخ دین و سیاست، یکی شدن این دو زیانبار است و زیانبار هم شد. با ورود اسلام، مشروطه تا خشکی‌های عربستان هل داده شد. زهرآلودگی دین، خرد باختگی و پسرفت را در پی داشت. باختن خرد و پسرفت. خرد باختگی به اسلام زمامداران ایران را و ایرانیان را هر یک به گونه‌ای فرا گرفت. تا آنجا که بلند پایگان ایران نیست از ته دل حاجی شدند. هنگامی که اسلام از ایران رخت بربندد و ایران گنزدایی شود، می توان بار دیگر نهال دادگستری را و آبادی را آبیاری کرد. نهال آبادانی ایران را در جای بکاری که ریشه آن پیوندی باشد با منش نیاکان فرهیخته ما از یک سو و علم و دانش نوین از سوی دیگر، که علم یکی از زیباترین دستاوردهای ماست. خفقانی که از سوی آخوندها بر ایرانیان روا رفته است، دگرگشت بزرگی را در پی خواهد داشت که با آگاهی جوانان ایران و سازماندهی و ساماندهی پیروز خواهد شد. انگیزه مشروطه رهایی از زنجیر سرشکستگی بود. آن مشروطه به دست اسلام و چاپلوسان اسلام ناکام شد، که در بیابانهای عربستان هرگز باران رحمتی نبود. باران رحمتی که صده ها زمامداران و روشنفکران و نویسندگان ایران در به در به دنبال آن بودند. جنبشی بار دیگر پدید آمده است تا برایند آن دادگستری باشد و روشنبینی در پناه هم‌آوایی و همدلی و همیاری. هر ایرانی برای هر گامی که برای ایران بر ندارد گناهکار است. هر ایرانی برای هر گامی، هرچند کوچک، که برای ایران بر ندارد گناهکار است. اما روا نباشد که در برابر مردمی گمنام که دلیرند و جان باخته، آنان که از نگر نام و آوازه شکوهمندند و سرشناس ولی نادلیرند و سودجو و نان را به نرخ روز میخورند، پیروزی را برای خود نامزد کنند. سرانجام نهال سرفرازی و سربلندی این مرز و بوم را در جایی بکاریم که ریشه آن پیوندی زند به منش و بینش نیاکان روشن بین ما و علم نوین. علم نوین که زیباترین دریچه به جهان پر از شگفتی ماست و روشنی بخش راه فرزندان ماست. هم‌میهنان عزیزم، صده هاست که همه رژیم ها با یاوه سرایی های تعلیمات دینی فرزندان ایران را گمراه کرده. صده هاست که زمامداران ایران خردسالان را گوش باخته نیرنگ و فریب مذهب تشیع کردند. خرد پوینده بایسته ترین فروزه برای کودکان و هم‌میهنان ماست، اگر نه بازگرد دوباره تاریخ خواهد بود. خرد پویا، اندیشه سنجشگر، ساختار کهنه این دین و مذهب لعنتی را ترک خواهد داد و به یاری اندیشه سازان ایران آن را فرو خواهد ریخت. و بر ماست که پسمانده های این ویرانه را نیست دور بریزیم، که پسمانده هایش نیست فرهنگ سوز است. هم‌میهنان گرامی، بخت روشن بار دیگر با ماست. پرتوی گستره ایران را فرا گرفته است. همدلی و همیاری ما در پناه این اندیشگری نوی، نه تنها آخوند را که همانا کمر تشیع را نیست در این پیکار تاریخی خواهد شکست. اندیشمندان ما ایران را نگینی درخشان می کنند. اندیشه نوین که می گوید من هم پاره تن ایرانم. ایران فرزندان پیدا و پنهان خود را فرا می خواند تا در راه نوزایی و نوسازی فرهنگ گام بردارد، که آبادی ایران در گروه فرهنگ نوین است. فرهنگی که ریشه در گذشتگان بی همتای این سرزمین دارد. زکریای رازی، فردوسی، عمر خیام. همین چند هفته پیش دختر خانوم های شیراز قرش هستی و کیستی خود را با آرامشی مست کننده به آسمان برکشیدند. دختر خانوم های شیراز خواهان آموختن چگونه اندیشی‌اند و تپش تازه‌ای در دل. پیشرو سپاه ایران
فرزندانی هستند که از اندیشه سنجشگر برخوردارند و هستی خود را با کیستی ایران یکسان می دانند. خروش دختر خانم های شیراز فریاد دادجوی ایرانیان است. نهادین سازی چگونه اندیشی به ایران ما جان تازهی خواهد بخشید. جان تازهی که دگردیسی را به همراه دارد. همه ما توان خود را برای گسترش این فروزه خواهیم نهاد و رهاوردهای آن را برای خودسازی به کار خواهیم گرفت که من هم پاره تن ایرانم. پیراستن فرهنگ از ضد فرهنگ آخوند و آخوندیسم بر دوش یکایک ماست که آخوند به تمام معنا یک شیاد است و آخوندیسم یک فاجعه، چه با عمامه و چه با کراوات، که خود من هم کسی هستم که من هم پاره تن ایرانم. به من چگونه اندیشی را بیاموزید تا خود گزیرنده و سازنده سرنوشتم باشم. ممنون هستم. سپاس جناب دکتر نوذری گرامی، برای ما صحبت کردید. اولین سوالم جناب نوذری عزیز این است که شما اول صحبت گفتید شروع میکنم از اسلام و قرآن و شروع کردید مطالب رو که بیان کردید در روی قرآن با آیه ها و اینها ثابت کردید. سوال من این است که آیا این مقوله دخالت در سیاست در مسیحیت و یهودیت هم وجود داره و اگر وجود داره به چه صورت است و چطور تونستن جوامع غربی یا حداقل به قولی جوامع دموکراتیک تونسته باشن این معقوله رو به کناری بذارن و امور سیاست و دخالت در امور دینی ندن؟ این اولین سوال من هستش. دومیشم من همین الان مطرح میکنم تا دوستانم به قولی سوالاشون آماده بشه. من جایی خواندم که در یکی از این مقالات همین چند روز گذشته، برای اینکه میخواستم خودم هم آماده باشم برای صحبت امروز، جایی خواندم که آتاتورک زمانی که رهبری حزب جوانان ترک رو به عهده داشته و صحبت میکرده، گفته که پیامبر اسلام آمد تا ما امت او رو و جهانیان رو به خیر و سعادت دعوت کنیم. او نیامد که با شمشیر ملت رو، او نیامد تا به دست ما شمشیر بده تا ما ملت رو از دم تیغ بگذرونیم. این در ادامه اون مطلب آمده بود که این باعث شد که ناسیونالیسمای افراطی به وجود بیاد. آیا به نظر شما این میتونسته وجود داشته باشه یا میتونه همچین چیزی وجود داشته باشه وقتی که دین رو بذاریم کنار یا اعتقاد به ماورا رو بذاریم کنار، ناسیونالیسم افراطی گریبانگیر جهانیان و مردم بشه؟ ممنون هستم. ببینید، بدون تردید ادیان به طور کلی نقش مضری بازی کردن در طول تاریخ، به خصوص مسیحیت. اما اجازه بدید یک سری بزنیم به صداهای دور. اگر شما به دانشگاه‌های کهنسال اروپا سری بزنید، می‌بینید که از دو شخصیت ما، دکتر زکریای رازی و دکتر عمر خیام، از پایه‌گذاران رنسانس یاد می‌کنند، گرچه رنسانس صده‌ها بعد حضور پیدا می‌کنه. اما به راستی ریشه‌های رنسانس در صده‌های میانه است، در قرون وسطاست. رنسانس به ناگاه به دنیا نمیاد، گرچه از اون با واژه رنسانس یاد می‌کنی. پایه‌های اون، ریشه‌های اون در صداهای میانه است و شخصیت‌های علمی ما، فرهیختگان ما نقش مهمی بازی کردند. زکریای رازی اعلام می‌کنه که امکان نداره آدمی بالای کوه بره یا در درون یک غار و با موجودی ارتباط برقرار کنه. اصلا فوق‌العاده است. ما 1200 سال پیش هستیم. یکی از شخصیت‌های ما، یکی از شیمیست‌های ما که سازنده اسید سولفوریک است، سازنده الکل است، اعلام میکنه اندیشه سنجشگر رو، تفکر نقادانه. و بعد ما سری میزنیم به عمر خیام، یکی از زیباترین واژه ها رو وارد دنیای علم میکنه، نمیدانم. و در دنیای علم رنگ حقیقت خاکستری است، در انحصار کسی هم نیست. اصل عدم قطعیت، probability، احتمالات، و نقش عمر خیام در ایجاد این واژه ها، نمیدانم. I don't know. بنابراین ریشه های
رنسانس در صده های میان است، اما ما میریم که در ایتالیا شاهد رنسانس باشیم. 100 سال پس از اون ما شاهد حضور رنسانس در فرانسه هستیم، به خصوص به لطف فرانسوای اول. اما در هر صورت وارد دنیای پست رنسانس که میشیم، شما میبینید که ما شاهد تولید علم هستیم در کشورهای اروپایی و دخالت مذهب رو کنار میگذاره. تا اونجایی که ما در سال 1905 شاهد لائیسیته هستیم در کشور فرانسه و حتی پیش از اون ما شاهد اون در مکزیک هستیم، در مکزیک. و این لائیسیته امتحان خودش رو پس داده. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن در مقابل مذهب. مذهب که پرسشگری رو قدغن اعلام میکنه، چون پاسخ به تمام پرسش ها رو داده. و در ایران خود ما صده ها هست که با پرسشگری خداحافظی کردیم، به ما اجازه پرسشگری داده نمیشده، تمام پاسخ ها رو ما داشتیم. بنابراین این تنها شامل حال اسلام در ایران ما نمیشه. برجسته ترین نمونه اون همونطور که گفتم خود مسیحیت هست. همه شما با جنایت های مسیحیت و دخالت مسیحیت در امور سیاسی آشنا هستید. برای صده ها اروپا رو در تاریکی گذاشتن. و بعد اشاره شما به آتاتورک بود و اینکه اگر ما متافیزیک یا ماورا طبیعه رو کنار بگذاریم، اول اینجا به خصوص به نوجوانان و جوانان ایران بگم که میدونم صدای من رو میشنوم، ماورا طبیعه، متافیزیک، اینها همه خرافات هست، اینها همه خرافات هست و نباستی که واقعا جایی داشته باشه در دنیای ما و ما در دام اونها بیفتیم. بیگمان که زود اندام ایران از دست آفت چرکین آخوند و اسلام نکبت زدایی و گند زدایی خواهد شد، که آخوند به تمام معنا شیاد است. اما بازسازی اندام ایران در گروی سازه های فرهنگی نوین ماست. یعنی جای نگرانی نیست که فکر کنید اگر ما با این مذهب های ابراهیمی خداحافظی کردیم، جای اون رو ناسیونالیسم افراطی خواهد گرفت. بازسازی اندام ایران در گروی سازه های نوین فرهنگی نوین ماست و پاسخ به یک پرسش برای تک تک ما، به خصوص برای نوجوانان و جوانان ایران. من برای سرزمینم چه خواهم کرد؟ آنچه بیش از هر چیزی نیازمند آنی نهادین سازی فرهنگی نوین است. یعنی جای نگرانی نیست که اگر مذهب رفت افراد وارد میدان خواهد شد، نه، نهادین سازی فرهنگ نوین. بازسازی فرهنگ و زیست و بوم ایران در پناه نوگری و نوزایی و خردورزی و خردمندی جان تازه‌ای خواهد گرفت. هوای ایران ما را دلنگیز خواهد کرد و جان فضا و سرزمین ما را چشم نواز. در طول تاریخ اندام ایران دچار آماج‌های فراوانی بوده است و تنه تنومند این درخت کهنسال زخم‌های بسیاری دارد، کوبه‌های بسیاری دارد. از دست کم 60 جشنی که در فرهنگ ما بوده است، تنها 4 جشن بر جای مانده است: نوروز و 13 بدر، چله و چهارشنبه سوری. و جای شادی را و رقص را و پایکوبی را ذکر مصیبت، سوگواری و روزه‌خوانی گرفته است. آیه 76 سوره قصص: الله شادی را دوست ندارد. کشتن و قربانی کردن نیز در میان ما رواج یافت. در ایران فردا، در ایران نوین، به هنگام زاده شدن فرزند و یا هر خبر خوب دیگری، درخت خواهیم کاشت و گل و ایران را گلباران خواهیم کرد. ابزاری که بیش از همه تنه تنومند ایران ما را زخم زده است و هوایش را آلوده کرده است، دین اسلام است. ما دیگر نمیتوانیم از خشکی عربستان باران رحمت بجوییم. ما دیگر نمیتوانیم در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت باشیم. بخت روشنی که امروز یار ما شده است، نیازمند راستی است و درستی در اندیشه و کردار و نوزایی در افکار ما و کنار گذاشتن رودربایستی‌های مذهبی و تاریخی. بازسازی ایران در گروی سازه های نوین فرهنگی ماست. من برای سرزمینم چه کردم؟ جای اراده مردمی، جای اراده ملی صده هاست که در میهن ما خالیست. جای اراده مردمی، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. و چقدر که سرزمین ما
زیبا خواهد شد اگر درون آدم‌ها اندیشه‌های متفاوتی داشته باشند، اما اندیشه‌های خودشون رو در یک سرزمین آزاد با احترام به قانون با هم در میون بگذارند. جای آزادی و قانون در میهن ما خالی است و خالی بوده. در میهن ما احترام به قانون صده هاست که جایی نداره. بنابراین خلاصه کنم که مسیحیت نقش بسیار مضری بازی کرد. همه ما با اون آشنا هستیم، چه جنایت هایی که نکرد و چه زیبا به لطف هنر، به لطف علم، به لطف چارلز داروین، به لطف امیل زولا، به لطف ویکتور هوگو، به لطف لئوناردو، میکلانج، به لطف کوپرنیک، گالیله، تولید علم کردن از شر اون راحت شدن. و اما جایگزین اون ناسیونالیسم افراطی نشد، جایگزین اون سرزمین هایی شد که خود من به عنوان یک دانش آموز از اونها بهره بردم. نه تنها، حتی یک شاهی برای تحصیلات خودم پرداخت نکردم در کشورهای اروپایی. تا اونجایی هم که میتونستن واقعا به من کمک کردن، خدمت کردن و تا آخر عمر مدیون اونها هستم. خود من با پوست و گوشت و استخوان شاهد اون بودم و هیچ کسی هم از من نپرسید که نظر سیاسی تو چی هست. هیچ کسی به من توهینی نکرد. ایران ما نیازمند به یک فرهنگ نوین هست و من بارها گفتم ایران یک کشور ساختگی نیست مانند پاکستان. ایران یک کشور ساختگی نیست مانند کشورهای همسایه ما. و آینده ایران در گروی دو پیوند هست. یکی پیوند با بینش و منش فریختگان خودمون، فرهنگ ایران، و یکی پیوند زدن با علم نوین. جای این علم نوین در میهن ما خالی بوده. ما همیشه مصرف کننده ابزار علمی بودیم و چون پولدار شدیم پوز اون ابزارها رو دادیم. ما پولدار شدیم و پوز اون ابزارها رو دادیم و امروز بهای اون رو پرداخت میکنیم. امروز بهای اون رو پرداخت میکنیم. با این تمام کنم که بارها گفتم خمینی نخستین فضانورد مسلمانی بود. خمینی نخستین فضانورد مسلمانی بود که بدون فضاپیما به ماه رفت. اما تحصیل کردگان ما، نویسندگان ما، نیروی مسلح ما، هما فران ما نخستین منجمانی بودند که بدون تلسکوپ اون رو در ماه دیدن. او بدون فضاپیما به ماه رفت و ایرانیان نیز بدون تلسکوپ اون رو دیدن. ایران نیازمند به چگونه اندیشی است و این کار در میهن ما امکان پذیر هست به خاطر تاریخش. و بارها به خصوص با نوجوانان ایران و جوانان ایران در مورد تاریخ ایران صحبت کردم که بایستی سر بزنیم به بالای 60,000 سال پیش، زمانی که گذشتگان شما و من وارد این سرزمین میشن، وارد کوههای زاگرس، پناهگاه‌های کلدر، پاکونجی، بتخانه و به لطف همیاری و هم‌آوایی و همدلی به فرهنگ‌های حیرت‌آوری، شگفت‌انگیزی و زبان‌های گوناگونی حیات. ممنون هستم. سپاسگزارم جناب دکتر نوذری. من جناب دیبا خواهش می‌کنم. با درود مجدد خدمت جناب نوذری و همه عزیزان و سروران، یک سوال ساده. من چون تمامی صحبت‌های جناب نوذری رو تا کنون دنبال کردم، بسیار هم علاقه‌مند هستم که باز هم دنبال کنم و بشنوم از ایشون. یک سوال ساده دارم، چون در صحبت‌های ایشون همیشه این مسئله درست مطرح بوده، چگونه اندیشیدن. خواهشم از ایشون این است که اگر می شود، اگر امکان پذیر هست، چگونه اندیشیدن را به ما یاد بدید، راهش رو، شیوهش رو، این رو به ما یاد بدید، آموزش بدید. من تمام، متشکرم. چشم. اول بسیار سپاسگزار محبت شما هستم و چقدر خوشحالم که فرمودید که صحبت‌های من رو دنبال کردید. بسیار سپاسگزار شما هستم. چگونه اندیشیدن؟ اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه، هیچ احتیاجی به مدرک نداره. یعنی هیچ ارتباطی میان مدرک های دانشگاهی و تحصیلی و اندیشه سنجشگر نیست و کار ساده‌ای هم از کار مشکلی نیست. اول اندیشه سنجشگر یا تفکر نقادانه، critical thinking، یعنی نخست خود را نقد کردن، نخست خود را در آینه نگاه کردن، نخست خود را سنجیدن. سری بزنیم به آلبرت اینشتین، ایمجیناسیون. مغز ما مغزی هست که در دنیای خیال پرواز میکنه، ایمجیناسیون. و این دنیای خیال حد و مرزی نداره.
شما هر کجایی که دوست داشتید، در هر ساحلی که دوست داشتید میتونید که به زمین بنشینید. این زیبایی ایمجیناسیون هست. نخست باید که این امکان برای هممیهنان ما، دانش آموزان ما فراهم بشه که در دنیای خیال بی پروا پرواز کنند. و دنیای خیال با خیال بافی متفاوت هست. خیال پردازی، پرواز، پرواز در دنیای خیال. این اجازه باستی داده بشه که سرانجام پس از صده ها بتونن در این دنیای خیال پرواز کنه. و این حتی پیام لوی پاستور هست. پیش از هر کاری در دنیای خیال پرواز، پیش از تولید هر پنداره‌ای، هر فرضیه‌ای، هر هیپوتزی، هایپوتزیس در این دنیای خیال پرواز کنید. اونجایی که مهم هست که هممیهنان ما بدونن این که در علم رنگ حقیقت خاکستری هست. حقیقت سیاه و سفید نیست و در انحصار کسی هم نیست. بنابراین بسیار مهم هست که پس از پرواز در این دنیای خیال، هر جایی که دوست داشتید، این اندیشه ها در معرض هم قرار بگیرد. این اندیشه های متفاوت، این پرواز های متفاوت در معرض هم قرار بگیرند که رنگ حقیقت خاکستری است. در علم همه چیز میان صفر و یک هست. probability. نه هیچگاه صفر هست، نه هیچگاه یک. ما یا به صفر خیلی نزدیک میشیم یا به یک. probability. یکی از مهمترین اصول ما در بیوستاتیستیکس هست، در علم هست، در علم مدرن هست. و همین در معرض هم قرار گرفتن به لطف آزادی و به لطف احترام به قانون چراغ ذهن ما رو روشن میکنه. آینه ذهن ما رو شفاف میکنه به همین سادگی. و بعد به لطف در معرض هم قرار گرفتن تک تک هم میهنان ما احساس بهتری خواهند داشت. و به این ترتیب هست که من بارها گفتم ما هوای ایران رو دلانگیز میکنیم. ما همیشه در طول سده ها به دنبال یک ناجی بودیم. ما همیشه در طول سده ها به دنبال یک مرجع تقلید بودیم یا به دنبال یک سلطان. خودباوری هیچگاه در میهن ما جایی نداشت. اعتماد به نفس، خودباوری. بنابراین به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید؟ یعنی خودباوری، یعنی احترام به قانون، یعنی به احترام به آزادی، یعنی پرواز در دنیای خیال. اما این اندیشه ها در معرض هم قرار بگیرن. امکان نداره شما امروز بتونید برای نمونه در لوکزامبورگ یا لیختنشتاین یا سوئیس به یک خردسال بگید که به کره ماه نگاه کن، آدمی به نام روح الله خمینی اونجاست. و به همین دلیل بارها گفتم که اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره، هیچ ارتباطی به تحصیلات دانشگاهی نداره، هیچ ارتباطی با پول و ثروت آدم ها نداره. بنابراین برای که خلاصه کنم، نخست خود را نقد کردن، نخست به خودمون نگاه کنیم و بعد پرواز کنیم. اجازه پرواز دادن به لطف آزادی در حیطه قانون و بعد این اندیشه های متفاوت در معرض هم قرار بگیرن که رنگ حقیقت خاکستری است. اصل عدم قطعیت یکی از مهمترین اصول ما در علم هست. رنگ حقیقت خاکستری است و در انحصار کسی نیست که ما به دنبال اون کس باشیم، که من هم پاره تن ایرانم، که من هم کسی هستم، که من هم آدمم. اما هیچگاه در طول صده ها من کسی نبوده. همیشه به دنبال کسی بودیم، همیشه به دنبال پیدا کردن پاسخ ها از سوی کس دیگری بودیم. و من تردید ندارم که به لطف آزادی، به لطف لائیسیته پیروزی ما در گروه لائیسیته است. ما به اون دست پیدا می‌کنیم. ممنون هستم. سپاسگزار جناب نوذری عزیز. شما راجع به مسیحیت فرمودید و چون من علاقه‌ای داشتم و میرفتم دنبالش و بعد دیدم که نه خب راه درستی نمیرم، چون شنیده بودم چیزهایی رو اشاره کردید شما به تفتیش عقاید، به انگیزه نزدیکان و در این زمانی که در کلیسا وجود داشته میسوزوندن، آتش میزدن، گردن میزدن مردم رو به خاطر اعتقادی که داشتن. ولی بسیاری از مذهب روحانیون مسیحیت اون دوران رو یک دوران جهلی میدونن که کلیسا باعث شد که یه همچین چیزهایی به وجود بیاد، وگرنه ربطی به رعوفیت و محبت مسیحیت و محبت عیسی به انسانها نداشته و به هر حال دوران سختی رو گذشته شد و عذرخواهی کردن اینو. و به همین خاطر میگویند که دین که از سیاست جدا بشه در دنیای غرب، در این جوامع دموکراتیک که صحبتشو میکنیم، دین رو از سیاست جدا کردن
این روحانیون مسیحیت این رو متوجه شدن که در اون دوران رنسانس، قبل از رنسانس این اتفاقات که افتاد، بله الان دیگه دین و به خصوص مسیحیت در این جوامع نمیتونه دخالت داشته باشه. اما از طرفی صحبت از آزادی هم هست، صحبت از قانون هم هستش. این قوانین مدنی چطور تونسته جلوی نفوذ یا پیشرفت، بدتر شدن، حالا نمیدونم کلمه درستی هست، بدتر شدن، پیشرفت روحانیت مسیحی رو در جوامع غربی بگیره؟ این قوانین رو به هر حال یه عده‌ای میشینن در یه جایی تعیین میکنن، مینویسن، به جامعه میدن و به قولی جامعه مدنی میدن، قابل قبول هست براشون، تنظیم میکنن. و چطور تونستن که این کلیسا رو در محدوده کلیسای خودش، در محدوده چارچوبه خودش، چهاردیواری خودش نگه دارن؟ این سیاستمداران غربی منظور من هستش. ممنون هستم. ببینید، مغز انسان توانمند به دنیا نمیاد، اما توانمند میتونه بشه. کار مغز در طول میلیون ها سال، 500 میلیون سال، تنظیم حرکت های پیچیده بود. اندیشیدن، ارزیابی، محبت و عشق، همه بعد ها روی کره زمین ما پدیدار میشه. نخست کار مغز، کار این نورون های ما، تنظیم حرکت های پیچیده بود. اگر شما این مغز رو از آموزش و پرورش محروم کنید، به سادگی به حالت های ابتدایی خودش برمیگرده و کارش میشه تنظیم حرکت های پیچیده. زبان شما به جهات متفاوت میتونه حرکت کنه. شما میتونید فحاشی رو ادامه بدید، فحاشی کنید. میتونید بدوید. میتونید دست و پای خودتون رو هر جور دوست داشتید حرکت بدید، مشت بزنید. تنظیم حرکت‌های پیچیده. اما بدون فرهنگ در ما نهادینه نشده. هم‌میهنان عزیزم، هیچ انسانی خردمند و خردورز به دنیا نمیاد. هیچ انسانی توانای ارزیابی رو نداره. بارها گفتم امکان نداره شما قبول کنید که در همین لحظاتی که من در خدمت شما بودم، ما میلیون‌ها کیلومتر جای دیگری در یونیورس هستیم تا اینکه دانش وارد میدان میشه. امکان نداره شما قبول کنید که حسام نوذری الان سر و ته هست و در حال نوسان هست تا اینکه دانش وارد میدان میشه، تا اینکه گالیله وارد میدان میشه، جورج لومت وارد میدان میشه، بور وارد میدان میشه، پانک وارد میدان میشه. کلیسا روی این آموزش سرمایه گذاری در طول صده ها کودکان رو در اختیار خودشون گرفتن و مغز کودکان رو پر کردن از خرافات، متافیزیک، ماورا و طبیعی. و زمانی که شما این نورون ها رو با خرافات پر میکنید، سیناپس هایی که ایجاد میشن دیگه به سادگی از بین نمیرن. و یادتون باشه همه چیز در مغز شماست، همه چیز در مغز شماست. این در روح من هست، این با متافیزیک ارتباط داشت، ما همه اینا خرافات هست، هیچ واقعیتی نداره. واقعیتی همه چیز در مغز ما هست. محبت و فداکاری، عشق هم در مغز ما هست. خشونت و ظلم و خصت هم در مغز ما هست. و این سیناپس هایی که ایجاد میشن، و این سیناپس ها اسید امینه هستن، این سیناپس ها پروتئین هستن، این سیناپس ها آنزیم هستن، این ارتباط ها نورو ترانسمیتر هستن که تاکنون ما بالا 100 تای اونها رو شناسایی کردیم. نورون های ما به طور میانگین 86 میلیارد هستن و هر دو نورونی 10,000 تا 15,000 ارتباط میان خودشون ایجاد میکنن و این مغز ما رشد میکنه حتی تا سن 25 سالگی، اما به خصوص در دوران خردسالی. کلیسا روی این آموزش سرمایه گذاری کرد که به راستی ضد آموزش، ضد فرهنگ. مدارس پاکستان روی این مغز سرمایه گذاری کردند. دانسته یا نادانسته به این مسئله پی بردند که اگر شما کودکان رو در دست داشته باشید، خردسالان رو، دنیا مال شماست. و ما هم رژیم گذشته هم همین خطا رو کرد. رژیم گذشته در کمال حیرت تعلیمات دینی رو وارد دبستان کرد. آقای مطهری یک آدم به تمام معنا فاسد، آقای بهشتی، آقای جلال الدین فارسی، آقای باهونن به تمام معنا شیاد و فاسد، حقوق بگیران وزارت آموزش و پرورش ما بودن و کتاب‌های دینی رو نوشتن. در دبستان‌های ما صیغه شدن رو تدریس می‌کردن، ازدواج موقت رو، یعنی بغل گوش ما بود و بلند پایگان ما بی‌خبر بودن و بلند پایگان ما ساده بودن در این مورد و اونها روی کودکان ما سرمایه گذاری کردن. بنابراین پاسخ به پرسش شما ساده است. این مغز رو نباسی که در اختیار اونها قرار داد، مغز کودکان خودمون رو، و اروپایی ها این کار رو کردن. یعنی قلم پای
کشیش ها رو خورد کردن تا اونجایی که اونها رو بازداشت میکردن، یعنی زندان میرفت. شما دیگه حق نداشتید مغز کودکان اروپایی رو با خرافات پر کنید. در مقابل در دبستان ها به اونها تاریخ رو درس دادن، فرهنگ رو، هنر رو، چگونه اندیشیدن رو، لایسیته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و اینجا واقعا یاد داره که جا داره که یادی کنم از چارلز داروین. چارلز داروین به راستی دنیای کهنه اندیشه رو به آتش کشید. دنیای کهنه اندیشه رو به آتش کشید. یک شخصیتی است که شاید برجسته ترین شخصیت ما باشه از این دید، از این دریچه. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. خود من تصمیم میگیرم. خودباوری. بنابراین اروپایی ها روی خودباوری سرمایه گذاری کردن. اروپایی ها روی اعتماد به نفس سرمایه گذاری کردن. اروپایی ها روی اندیشه های متفاوت داشتن سرمایه گذاری کردن. دیبیت، مناظره. ببینید که چقدر جای دیبیت در میهن ما خالی است. دیر یا زود دیبیت در میهن ما به فحاشی ختم میشه، تو سر و کله هم زدن ختم میشه، دیر یا زود به زد و خورد. یعنی حس میکنن که مناظره یعنی بی احترامی، یعنی شما با نظر من مخالفی. به چه جرأتی؟ نه، رنگ حقیقت خاکستری است دوستان عزیزم. این بسیار مهم هست برای نوجوانان ایران که صدای من رو میشنوند. این رو آویزه گوش خودتون کنید. در علم، در بیوفیزیک، در بیوشیمی، در بیولوژی که رشته من هست، رنگ حقیقت خاکستری است، در انحصار کسی هم نیست. همه چیز روی پروبابیلیتی سوار شده. تا اونجایی که روی پروبابیلیتی سوار شده، اجازه بدید که با هم گفتگو کنید، گفت و شنود کنید، که چراغ ذهن شما رو روشن میکنه و میهن ما پیشرفت خواهد کرد. و من بارها گفتم جنبشی در میهن ما آغاز شد و این جنبش میتونه به این ضحاک تاریخی صدمه بزرگی وارد کنه. ما 40 سال و 50 سال نیست که در دام خرافات هستیم. ما صده هاست که در دام خرافات هستیم. ایران دارای بالاترین تعداد امامزاده هاست. هیچ کشوری به اندازه ایران برای امامزاده هاش پول خرج نکرد. هیچ کشوری به اندازه ایران این همه مراکز تشیع نداره، این همه مرجع تقلید نداره. و اینها تازه نیستن. حضور اینها بر نمیگرده به این رژیم. بایستی که واقعیت‌ها رو قبول کنی. انتقاد به خود سازنده است. اشتباهات گذشته رو تکرار نکنی. اشتباهات گذشته رو تکرار نکنی. مار در آستین پروروندن که بهای اون رو هم پرداخت کردی. در میهن ما آخوندها اجازه خاک شدن به جسد فردوسی رو نمیدادن. ما هنوز نمیدونیم این آدمی که در توس به خاک سپرده شده فردوسی است یا نه. آخوندها اجازه دفن شدن به حافظ رو نمیدادن. حافظ مرتب اعلام خطر میکنه و مرتب شما رو دعوت میکنه به پرواز. هیچ وقت به شما نمیگه چگونه چی فکر کنید. هیچ وقت شما رو تشویق میکنه به پرواز. اینه که ما اینقدر دوستش داریم. اینی که ما حافظ رو اینقدر دوست داریم. هیچ وقت به شما نمیگه چی فکر کنید، اما شما رو تشویق به پرواز میکنه و مرتب اعلام خطر میکنه علیه آخوند، صوفی، عارف، ماورا طبیعه. مرتب اعلام خطر میکنه علیه اسلام. فردوسی مرتب اعلام خطر میکنه. عمر خیام اعلام خطر میکنه. زکریای رازی که رک و پوسکنده، 200 آخوند کمر قطر او رو بسته بوده و هنوز معلوم نیست که زکریای ما کجا به خاک سپرده شد. بنابراین امیدوارم که پاسخ به پرسش شما رو داده باشم. کاری که اروپایی ها کردن سرمایه گذاری روی خودباوری بود. کاری که اروپایی ها کردن دست کلیسا رو از کودکان دور کردن. اگر شما کودک رو، خردسال رو بفرستید به مدارس پاکستان، بمبگذار بزرگ میشه. هر کودکی یک هنرمند است تا اینکه بزرگ میشه. هر کودکی یک هنرمند است. کودکان ما بیگناه هستن. مغز کودکان ما پاک هست. اما این مغز تنها و تنها به لطف فرهنگ و آموزش هست که توانمند میشه. هممیهنان عزیزم، این بسیار مهم است در این مسئله. هیچ چیزی در ما نهادینه نشده. ما توانمند به دنیا نمیان. ما خردمند و خردورز به دنیا نمیان. ما متفکر بزرگ به دنیا نمیان. ما خردمند و خردورز میشیم. ممنون هستم. سپاسگزارم جناب نوذری گرامی. آقای مختاری خواهش می‌کنم بفرمایید تا بعد من بگم. بفرمایید. سپاس. درود به همه دوستان، به ویژه جناب دکتر نوذری گرامی. جناب نوذری، اگر حالا چون بحث موضوع دین و سیاسته، اگر
وضعیت اکنون ایران نگاه کنیم با نگاهی که در واقع نگاه علمی که شما دارین، آیا جامعه ما الان اسلام زده است، دین زده است، یا سیاست زده، یا هر سه این هاست؟ اگر هست گمان میکنین که چاره کار برای وضعیت الان ایران یا ایرانیان چه هست؟ و اینکه اگر مخصوصا به نظر من اگر اون بخش سیاست زده کفه ترازوش بیشتر باشه، ما همچنان گرفتار خواهیم بود، با توجه به اینکه الان توی زمانی هستیم که ماه در واقع محرم هم هست. آیا فکر میکنین تا زمانی که مردم توی ایران هم محرم براشون مهمه و هم روز کوروش براشون مهمه، یعنی این تضاد بین این دو که ظاهراً نمیتونن از توی یکی رو بذارن کنار و یه دیگری رو برگزینن، فکر بکنین این گرفتاری ما هست یا نیست، یا شما خوشبین‌تر از من هستین نسبت به امروز؟ سپاس. ممنون هستم ازتون. ببینید، ما دارای دو جمهوری اسلامی هستیم، یکی در درون ایران، یکی در خارج از کشور. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند و این رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه، اما در مورد اون ما صحبت نمی‌کنیم. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند. مسابقه فوتبالی قرار هست در کانادا برگزار بشه. رسانه‌های فارسی زبان خودشون رو تیکه پاره می‌کنن برای تبلیغ در مورد این مسابقه فوتبال جمهوری اسلامی در کانادا. در فاصله کوتاهی 50,000 بلیت فروخته میشه. اینها فرزندان آخوندهایی هستند که در خارج از کشور هستند، یا ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و کیف میکنند و گاه سری به میهن میزنند برای تفریح و بعد پولهای خودشون رو از ایران خارج میکنند و این مسئله ادامه پیدا کرده. 50,000 بلیت فروخته میشه و قرار هست که آقای ترودو نخست وزیر کانادا به 400 نفر ویزا بده که از ایران بیان، که اینها اعضای سپاه پاسداران هستن. بر کسی پوشیده نیست که سرتاپای فوتبال ایران در اختیار سپاه پاسداران هست. حالا از اون طرف یک سری بزنیم به بیولی هیلز. همین چند هفته پیش در بیولی هیلز سپاه پاسداران نیروی قدس نشستی رو برگزار میکنه. برنامه گذاران رادیو، هنرمندان ما، نویسندگان در این نشست شرکت میکنن که سخنران اصلی آقای پرویز پرستویی است و چند نفر دیگه در بیولی هیلز. اون مسابقه فوتبال به همت یک آدم، تنها یک آدم به نام حامد اسماعیلیون، به همت تنها یک آدم سرتاپاش از بین رفت و اون نشست بیولی هیلز با این همه سر و صدا، با این همه آدمهایی که در ایران شهرت داره، به لطف جوانان ما در هم شکست. در ایران ما بیش از هر کشوری اعدام میشه. هیچ کشوری به اندازه ایران آدمها رو دار نمیزن. حتی جوانان 14 ساله 16 ساله در ایران اعدام میشن. ایران پر نوید افکاریست. میخوام به شما بگم که اون چه که در ذهن ما میره از طریق رسانه ها با واقعیت ها جور نیست. حالا یک تجربه شخصی خودم رو میگم. من یک سخنرانی کردم و علی نیری عزیز اون رو در سایت خودش گذاشت و در فاصله کوتاهی 700,000 بیننده داشت و من به علی نیری گفتم اگر از این 700,000 بیننده، به خصوص جوانان ایران، 70,000 تاشون هم قانع شده باشن، ما پیروز هستیم، ما پیروز هستیم. و من میدونم که صدای ما به گوش میلیون ها نفر رسیده، به گوش میلیون ها نفر رسیده. همینجا جا داره که واقعا یادی کنم از علی نیری. علی نیری هم نقش بسیار بزرگی داشته و بسیار محبوب نوجوانان و جوانان ما هست. یک سری بزنیم به شاهنامه. هیچگاه به اندازه امروز شاهنامه خوانی در میان جوانان ما رواج نداشت. من با اونها در ارتباط هستم. من همین چند مدت پیش یک همایشی برگزار کردم از راه دور در سیستان. اونهایی که در این همایش شرکت کرده بودن نوجوان بودن. مسنترین اونها 18-19 سالش بود. 14 ساله 15 ساله دختر و پسر. دختر و پسر در مورد کهکشان ها صحبت کرد، در مورد ستارگان و
و در مورد چگونه اندیشی. Critical thinking. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. ایران پر نوید افکاری است. ایران پر رستم هست. همین چند روز پیش دوتا خانوم، دوتا مادر جلوی یک خودرو وایستادن. خودروی بسیج. خودرو حرکت میکنه. این دو مادر جلوی وایستادن. مقاومت میکنه. اینها تخمین‌های ما هستند، فرانک‌های ما هستند، گردآفرید‌های ما هستند و اون خودرو به حرکت خودش ادامه میده. دو مادر یک لحظه بدون هیچ تردیدی ادامه میدن به مقاومت، جلوی این خودرو رو گرفتن. و شما اون دور و بر 10-12 تا مرد بی غیرت دارید که هیچ گونه واکنش از خودشون نشون نمیدن. حالا ما اون دو مادر رو فراموش میکنیم که هزاران هزار زن ایرانی شبیه به اونها، میلیون‌ها شبیه به اونهاست و درگیر مناظراتی میشیم که نه آغازی دارن و نه پایانی. اپوزیسیون کنترل، اپوزیسیون صادراتی، رسانه‌های صادراتی، کنشگران صادراتی، آدم‌هایی میان در این رسانه‌ها مسائل ایران رو ارزیابی میکنن که خودشون عضو رژیم بودن و امروز شدن متخصص جامعه شناس، امروز شدن متخصص سیاست. میخوام به شما بگم که ما هیچ دسترسی به واقعیت ها در ایران نداریم، ما هیچ آماری از ایران نداریم، اما برداشت من این هست که تعداد بسیار بسیار بالایی در ایران با این اسلام و تشیع خداحافظی کردن. جوان ها با اینها خداحافظی کردن و علاقمند به علم هستن و علاقمند به تاریخ خودشون هستن، علاقمند به تاریخ خودشون هستن. گفتم شما به هر بهانه‌ای میبینید که هزاران جوان ایرانی میرن به حافظیه، به هر بهانه‌ای هزاران جوان ایرانی و نوجوان ایرانی میرن به دیدار پهلوان سخن، میرن به طوس. هزاران هزار ایرانی در شیراز میرن به تخت جمشید، پاسارگاد، به دیدار کوروش. اینها رو ما نمیبینیم. ما مرتب در دام این روسری میفتیم و حجاب، در دام اینه که این چی میگه، اون یکی چی میگه. رسانه های فارسی زبان، این رسانه های فارسی زبان هستند که به راستی شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند و کمک بسیار بسیار زیادی کردند در باقی ماندن این رژیم. پل ارتباطی میان رژیم و بیرون هستند و بسیاری از افراد دیگری که پل ارتباطی بودند میان رژیم و بانک ها، میان رژیم و مافیاهای کشورهای خارجی، میان رژیم و آقای ماکرون، میان رژیم و دار و دسته آقای بایدن، میان رژیم و آقای ترودو. اینها رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه، اما واقعیت در ایران به باور من چیز دیگری هست. یک بار دیگه تکرار میکنم، دو تا آدم با علی نیری صحبتی انجام میگیره و در فاصله کوتاهی 700 هزار بیننده داره، 700 هزار تنها در یک سن. باز به دعوت علی نیری من یک صحبتی داشتم در اینجا که اون رو هم روی سایت خودشون گذاشتن، نزدیک به 1,000,000 بیننده داشته و من به علی نیری گفتم که اگر واقعا از این 1,000,000 نفر که تنها در یک سن 100 هزار نفر از اونها قانع شده باشن، پیروزی با ماست. بنابراین اون دوتا خانومی که جلوی خودرو رو گرفتن، اون مردی که در کانادا تنها به تک و تنها تمام مسابقات فوتبال رو برهم می‌ریزه، اون جوانهایی که نشست ببل هیلز رو داغون کردن، اینها رو نگاه کنید. این همه آدمی که در ایران اعدام میشه، اینها رو نگاه کنید. این جوانهایی که شاهنامه خوانی رو آغاز کردن، این جوانهایی که به دیدار پاسارگاد میرن، آخه مگر این واقعا میشه از اینها گذشت؟ و در رسانه‌های ما از اینها میگذرن. صبح تا شب راجع به این روسری داریم صحبت میکنیم، صبح تا شب داریم راجع به این، اینها دارای رسوبات مذهبی هستن این آدم ها. این آدم ها، این بارها من گفتم، اپوزیسیون تقلبی، اپوزیسیون صادراتی، اپوزیسیون کنترل شده. و این اپوزیسیون کنترل شده امتحان خودش رو داده از زمان استالین در اتحاد جماهیر شوروی. اپوزیسیون صادراتی و ورزش و هنر، اینها امتحان خودشون رو دادن. اما به باور من نوجوانها و جوانان ما متوجه این مسئله شدن و من تردیدی ندارم که یک جنبشی گستره ایران رو فرا گرفته، پرتوی گستره ایران رو فرا گرفته. و چون نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست، با هم‌آوایی، با همدلی و همیاری، ما میتونیم یک بار برای همیشه این دشمن تاریخی رو شکست بدیم. این رو باید قبول کنیم که این دشمنی که ما با اون سر و کار داریم، دشمن 40 ساله نیست، 43 ساله نیست، یک دشمن قدیمی هست.
سده هاست که در ایران ما با علم خداحافظی کردیم. سده هاست که ما تولید کننده علم نبودیم. سده هاست که ما مصرف کننده ابزار علمی بودیم. سده هاست که ما پرسشگر نیستیم. سده هاست که پرسش کردن در ایران قدغن اعلام شده بود. سده هاست که ما به زیارت امامزاده ها رفتیم از اون بالا تا پایین. سده هاست که بلند پایگان ما از ته دل حاجی شدن. و من تردیدی ندارم که به لطف هم‌آوایی و همدلی پیروزی با ما خواهد بود. ایران پر نوید افکاری است. من یک صحبتی در مورد نوید افکاری داشتم در هوای آزاد. باور کنید صدها پیام داشتم از کشتیگیران ایران که ما شرمنده ایم. چه کار کنیم؟ کجا بریم؟ کجا بیرون بیام؟ چه ساعتی؟ کشتیگیران ایران. و این همه برمیگرده به این که ایران یک کشور ساختگی نیست. ایران پاکستان نیست. ایران کویت نیست. ایران قطر نیست. ایران دارای نفت و گاز هست، پتروشیمی هست، صنعت فولاد هست، توریسم هست، حاصلخیز هست. اما بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. و روی اون شما امروز میتونید حساب کنید. بنابراین پاسخ به پرسش شما رو با همین کوتاه. روی اون گنجینه انسانی امروز میتونید حساب کنید بیش از هر زمان دیگری. ممنون هستم. سپاسگزارم جناب نوذری. سوال از کلاب هاوس اومده. با احترام کامل به جناب نوذری می شود که با توجه به بمباران فکری کودکان و نوجوانان ایران، چرا این جوانان دوچار دگرگیسی نمی شوند و اون همین نوجوانان که به مرحله جوانی رسیدن بزرگترین اپوزیسیون این رژیم شده اند؟ این سوالی بود که مطرح شده بود. ببینید جوانی که به این یاوه ها پاسخ نمیدن، به این یاوه سرایی های دینی، درست برعکس. این طور به نظر میاد که در کشورهای خاورمیانه هیچ کشوری به اندازه ایران ضد دین نداره. اینطور به نظر میاد آمارهایی که گرفته شده، این که در میان کشورهای منطقه هیچ سرزمینی به ایران ضد دین نداره و رو به بالاست. من اینکه علاقمند شدم به تاریخ خودشون، این هم بسیار مهم هست. ببینید فردوسی یعنی چی؟ تمام فردوسی رو شما اگر شاهنامه رو بخونید، که شاهنامه به راستی شناسنامه ماست، من این رو بارها گفتم، پیروزی ما در گروی شناخت شاهنامه است. شاهنامه جان ایران است. شاهنامه شناسنامه ماست. و علاقمندی به شاهنامه در ایران این رو نشون میده که یادتون باشه فردوسی متنفر بود از این دین اسلام. شما کافی است که شاهنامه رو بخونید. بنابراین من فکر میکنم که رژیم کاملا شکست خورده. و هیچ پیروزی واقعا نداشته روی شستشوی مغزی نوجوانان و جوانان. بله سپاسگزارم. امیدوارم که دوستی که در کلاب هاوس هست جوابش رو گرفته باشه. آقای پاشایی گرامی نوبت شماست، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنونم. با تشکر دکتر نوذری عزیز. خب به هممون میدونیم که الان به لطف و محبت آخوندها مردم اسلام رو دو که بوده تا حد زیادی شناختن. هممون میدونیم که به حساب ایران آینده باید سکولار باشد و این کمک میکنه. دکتر چگونه ما فردا در فردا ایرانی وظیفه که وظیفه دولت، وظیفه روشنفکران، وظیفه بخش آکادمیک جامعه، بخش وظیفه پدر مادران که این مطلب را از ذهن به حساب کودکان بکشن بیرون. من میدونم مثلا من با خیلی از نمایندگان مثلا مجلس گذشته صحبت کردم، گفتم ما وقتی میخواستیم یه قانونی رو که مخالف مطلب بود به حساب مثلا قانون خانه و خانواده تصویب کنیم تو مجلس، ترس اونی بود که وقتی دوره بعد برمیگردیم شهرمون بهمون رأی نمیدن. اون حاج آقا و ماج آقا خاله و عمه و دایی میگن آقا شما مخالف مطلب رأی دادید. چگونه میتونیم این روشنگری رو بر وظیفه کدوم بخش جامعه بدید به شما؟ خیلی ممنون. ببینید قانون همه چیز در قانون خلاصه میشه. یادتون باشه ما مدت هاست صده هاست که به قانون احترام نمیگذاریم. اصلا قانون تو میهن ما نقشی نداشته و به خاطر همین ما صده هاست که به دنبال ناجی هستیم. خودباوری نبوده، اراده مردمی در میهن ما جایی نداشته. من هم پاره تن ایرانم در میهن ما جایی نداشته. ما هیچی نبودیم. همیشه چشم به راه کس دیگری بودیم. قانون بهترین ضامن هست. بنابراین ایران فردا نیازمند آزادی است و نیازمند به قانون هست. و زمانی که این قانون نوشته میشه، وزارت آموزش و پرورش ایران، هر کسی که وزیر بشه، وزیر فرهنگ، وزیر آموزش و پرورش ایران، به راحتی اون رو اجرا میکنه. چرا؟ چون مگر کسی میتونه به قانون احترام نگذاره؟ این قانون هست.
و در سال 1905 در فرانسه به لطف قانون بود که اجرا شده بود، چون مردم فرانسه یاد گرفته بودند که به قانون احترام بگذارن. حالا شما در ایران فردا دارای آزادی هستید و دموکراسی. شما به حزبی رأی میدید اما حزب شما برنده نمیشه. شما شکیبا هستید و 4 سال بعد به کسی دیگری رأی میدید. به همین سادگی. یعنی مردم ما بایستی به قانون احترام بگذارن و مردم ما بایستی که از آزادی لذت ببرن و بدونن که اگر یک چیزی وفق مراد اونها نبود، کافی است که صبر کنن، تلاش کنن و در انتخابات بعدی سعی کنن که طرف مورد علاقه اونها برنده بشه یا سیاست مورد علاقه اونها اجرا بشه. اما در هر صورت تنها راه نجات ما سرانجام احترام به قانون است. تنها راه نجات ما سرانجام احترام به قانون است. ممنون است. سپاسگزارم. آقای ویستا خواهش میکنم بفرمایید. درودی دوباره. درود بر شما جناب پروفسور خردمند. من 2 سوال از خدمتتون داشتم دارم. سوال اول این که شما موافق یک دولت سکولار انگلیسی هستین یا دولت لایک فرانسوی؟ و اینکه یک به من یک مثال این سوال رو میپرسم، در فردای ایران آزاد شما با بحث وقف و موقوفه چطور برخورد میکنید؟ سپاسگزارم. ممنون هستم. خب من چون در فرانسه کردم با سیستم فرانسه آشنا هستم، نمیدونم کدوم بهتره کدوم بهتر نیست، اما مهم این هست که ما واقعا سرانجام لائیسیته رو در میهن خودمون اجرا کنیم. و در مورد وقف و این حرفا که صحبت کردید، گفتم همه چیز برمیگرده به دو چیز: آزادی و قانون، احترام به قانون، اون چیزی که در قانون، اون چیزی که در مجلس ما گذرونده میشه، و اینکه مردم ما یاد بگیرن که به مخالف احترام بگذارن. مردم ما یاد بگیرن که مخالف دشمن اون نیست، مخالف هم عاشق ایران هست، مخالف هم پاره تن ایران هست، اما با نظر شما مخالف هست. چرا؟ ایمجیناسیون، پرواز در دنیای خیال. حق هر کسی هست که در این دنیای خیال پرواز کنه و هر جایی که دوست داشت به ساحل بشینه که حد و مرزی نداره. و این زیبایی این هست که ایران ما رو دلانگیز میکنه، هوای ایران ما رو دلانگیز میکنه، ایران ما رو چشم نواز میکنه. ممنون هستم. سپاس، امیدوارم که جوابتون گرفته باشید. جناب نوذری عزیز، سوال خود من اینجا مقداری هم ربط پیدا میکنه با سوال آقای پاشایی گرامی. شما خیلی خودمونی و به قولی در بین صحبتاتون گفتین که ما باید بدون رودربایستی و تعارف مسائل به خصوص دین رو مطرح بکنیم و روشنگری بکنیم و آگاهی رسانی بکنیم. من حالا میگم در همین جامعه‌ای که وجود داره، این جامعه آزادی که ما داریم فکرشون میکنیم و صحبتشون میکنیم وجود نداره از نظر قانونی. در بطن قضیه، در بطن جامعه، در این سطح جامعه، من چطور میتونم بدون رودربایستی و بدون تعارف بیام مثلا با فلان حاجی، با فلان حاج خانوم، یا با نمیدونم خالم، عمم، مادر بزرگم، نمیدونم مثلا میگید شما بدون تعارف دیگه، بیام بهش بگم که خاله جان یا عمو جان، این مسئله‌ای که تو الان 70 سال دنبالش بودی اشکال اینطوری داره، دارم خیلی رودربایستی میگم صحبت میکنیم دیگه، و حالا حقیقت این است. این رو چطور میشه به این نسل جامعه فهماند و مشخص کرد؟ در رابطه با سوال آقای مختاری که در تضاد جامعه گفتن، واقعا ما الان داریم ببینیم، هم شما البته پاسخ دادید ولی فکر میکنم یه خود بیشتر باید باز بشه، که ما میبینیم که در حسینی ها در همین ماه محرم مثلا فیلماش بود، کلیپاش بود، زیر درختی آتیش روشن میکنن، دختر پسر میشنن و پسره داره گیتار میزنه. محرم هم هست، دارن عزاداری میکنن به این چیزیست که اصلا وقتی من به خاله، عمو، عمه خودم بگم اصلا قابل قبول براشون نیست. این رو ما چجوری باید حذف بکنیم؟ چجوری بفهمونیم به این نسل این جامعه، به نسل این؟ سپاس. ممنون هستم. ببینید، زمانی که شما به شخصیت‌های مثل داروین نگاه می‌کنید، یا امیل زولا، یا ویکتور هوگو، یا فردوسی، هیچ کدوم از اینها ذکر مصیبت نیستند. هیچ کدوم از اینها روزه‌خوان نیستند. هیچ کدوم از اینها وجدان ملی هم نیستند. ما قرار نیست وجدان ملی بشیم.
اما چی هستن؟ اندیشه ساز. اندیشه ساز هستن. امیل زولا اندیشه ساز بود. ذکر مصیبت نبود. وجدان ملی هم نیست. این وظیفه خردمندان ما هست. فرهیختگان ما هست. اونهایی که مردم به اونها اعتماد دارن، دوستشون دارن، که این رودربایستی ها رو کنار بگذارن. رودربایستی های تاریخی که کار داده دست ما. و شما ببینید زمانی که جوانان ایران از زبان ما شنیدن که نه، این کره زمین ما 5-6 هزار سال سن نداره، همه ما نتیجه یک فرایند طولانی مدت هستیم، دیگه امکان نداره شما بتونید با خرافات سر اینها رو پر بکنید. بنابراین وظیفه اندیشه سازان ما هست. اما بسیاری از فریختگان ما در این رودربایستی گیر کردن، دوچار رودربایستی هستن، این پرده ها رو بایستی کنار زد. دین اسلام بدترین آسیب به اندام ایران بود. هیچ چیزی بیش از دین اسلام به اندام ایران، به سرزمین ما صدمه نزده. و ما باید یک نگاه تاریخی داشته باشیم، نه اینکه به فرزندان خودمون دروغ بگیم. پیامبر اسلام، امامان اسلام دشمن ایران بودند. پدران و مادران ما رو به قتل رسوندند. چگونه این اجازه رو ما میتونیم به خودمون بدیم که نام اونها رو روی فرزندان خودمون بگذاریم؟ این جنایت به پدران و مادران خود ما هست. بنابراین هیچ لازم نیست که ما نگران این و اون باشیم، عمه و خاله باشیم. اینها هزاران هزار از پدران ما رو، مادران ما رو به قتل رسوندن و این هم واقعا رازی نیست بر کسی پوشیده باشه. تمام این امامان رو که ما ستایش میکنیم، امامزاده برای اونها ساختیم، قاتل و شیاد هستن، ستمگر بودن، حیلگر بودن، فریبکار بودن و اینها در تاریخ ثبت شده. اما ما مرتب به خودمون دروغ گفتیم و به خاطر همینم هست که واقعا زندگی رو زهر کردیم به هممیهنان خودمون. هممیهنان ما لذت نمیبرن از زندگی. هممیهنان ما در یک جهنم دارن بزرگ میشن. دو تا مادر جلوی یک خودرو، کجای دنیا شما این رو میبینید؟ دو تا مادر جلوی یک خودرو، این واقعا گردآفرید هست جلوی ضحاک. این واقعا تهمینه است به خاطر اینکه گیسوی دختران اینا پدیدار شده. اما این دو تا مادر ببینید میرن به جنگ دیو. واقعا جنگ شاهنامه است، واقعا حماسه است. از هر زاویه که بر نگاه میکنید حماسه است و اینها زیاد هستن. ما میلیون ها میلیون شبیه به اون داریم، اونها رو نمیبینیم. رسانه های فارسی زبان از اونها صحبت نمیکنن، ما اونها رو نمیبینیم. حالا ایران 85 میلیون جمعیت داره. اگر شما 50,000 نفر برن تشییع جنازه فکر میکنید زیاد هست، اما هیچی نیست، هیچ چیزی نیست. اگر شما همین الان به ایران آزادی بدید، میلیون ها نفر علیه اون 50,000 نفر میان بیرون. اینها رو رسانه های ما نمیگن، چون رسانه های فارسی زبان خارج از کشور شعبه دوم جمهوری اسلامی هستن. من این رو با صدای بلند یک بار دیگه تکرار میکنم، خاموش کنید اونها رو. رسانه های فارسی زبان زنگ تفریح رژیم هستند، زنگ سرگرمی رژیم هستند، پر ارتباطی رژیم هستند. شما فقط نگاه کنید برای مسابقات ورزشی که در زمان استالین در اتحاد جماهیر شوروی امتحان خودش رو داده، ببینید برای این ورزش رسانه های فارسی زبان چی میکنن. واسه تیم کشتی، تیم فوتبال، فوتبالی که سر تا پاش فاسد هست، در اختیار جمهوری اسلامی هست، با اون پولشویی میکنن. این رازی نیست که بر کسی پوشیده باشه. کنسرت های ما پولشویی میکنن. کنسرت هایی که اینجا برگزار میشه توسط جمهوری اسلامی یا نمایندگان اونها برگزار میشه. بنابراین واقعا امید رو از دست ندید. هیچ وقت امید این همه در میهن ما درخشان نبوده. جوانان ما بیدار شدن. گفتم همین چند لحظه پیش، یک بار دیگه تکرار میکنم، شما نگاه کنید علی نیری، یکی از برجسته ترین فیزیکدان های ماست، ببینید چطوری در دل میلیون ها نفر در ایران جا پیدا کرده. تنها به یک دلیل، تفکر نقادانه، کریتیکال ثینکینگ. یعنی به جوان های ما گفتش که خود باور باشیم، خودمون هم شروع کنیم به فکر کردن. اگر ما این رودربایستی ها رو کنار نگذاریم، اگر دوباره در مراسم دفن و کفن روزخوانی و قرآن خوانی رو ادامه بدیم، باز کرده دوباره تاریخ خواهد بود. هیچ چیزی به اندازه تشیع به اندام ایران ما صدمه وارد نکرده و این در تاریخ ثبت شده. این در تاریخ ثبت شده و خوشبختانه به لطف یک نفر، تنها یک نفر، به نام آقای فردوسی، تنها به لطف یک نفر به نام آقای فردوسی ما اینجا هستیم. یعنی زبان ما زنده است، با این زبان با هم ایجاد ارتباط میکنیم. برخلاف سوریه، برخلاف عراق، برخلاف تونس، برخلاف الجزایر، برخلاف مراکش، یک شانسی نصیب ما شد، یک آدمی پیدا شد به نام فردوسی که یک تنه این زبان رو نجات داد.
بنابراین ما این فرصت رو داریم که به لطف این زبان پیوند بزنیم به گذشتگان فرهیخته خودمون که دارای بینش و منش بودن، که سرآمد همه اونها فردوسی است، که شاهنامه جان ایران است. اما دریچه دومی رو هم بایستی باز کنیم و اون دریچه علم نوین هست. علم نوین، بیوفیزیک، فیزیک، بیولوژی به پدیده ها، و دور بندازیم این کتاب های ابراهیمی رو. شما نگاه کنید، شما یک دونه فرعون به من نشون بدید، یک دونه فرعون که گفته باشه من خدا هستم، شما هیچ اثری مطلقاً از آدمی به نام موسی در مصر نمیبینید. من عاشق مصر هستم و فکر میکنم به مصر خدماتی هم کردم. شما داره هفت فرعون زن در مصر هستی. من با تاریخ شناسان زیادی در مصر ارتباط دارم. شما هیچ جایی در مصر اثری از آدمی به نام موسی پیدا نمیکنید. هیچگاه هم میهنانم رود نیل تبدیل به خون نشده. هیچگاه دریای سرخ شکافته نشده. شما هیچ زمین شناسی رو پیدا نمیکنید. هیچ زمین شناسی رو پیدا نمیکنید که بگه این دریا شکافته شده. هیچ آدمی بالا نرفته. هیچ عصایی تبدیل به اژدها نشده. اثری نیست. و ما هتشپسوت رو ول کردیم، رمسس رو ول کردیم، حسیرا رو ول کردیم، ایمهوتپ رو ول کردیم، توتموزس رو ول کردیم. چسبیدیم به این داستان‌ها. و جووانی بلزونی در سال 1800 یکی از برجسته‌ترین فرهیختگان ایتالیایی در مصر است. اعلام میکنه که وای بر ما که اون چی که ما در مورد مصر میدونیم نتیجه تحریفات کتاب‌های ابراهیمی هست. بنابراین بایستی که رو در بایستی رو کنار بگذاریم. اگر رو در بایستی های مذهبی رو کنار نگذاریم داریم جنایت میکنیم. چقدر دیگه ما جنایت کنیم به مصر؟ ما تاریخ مصر رو داغون کردیم. ما مرتب مراسمی رو برگزار میکنیم در حمله به مصر، به مصر باستان، که ما اینجایی نیستیم که هستیم اگر مصر نبود. مصر زادگاه علم هست، مصر زادگاه کریتیکال تینکینگ هست، مصر زادگاه آسمان خراش هست. بزرگترین آسمان خراش های دنیا نخستین بار در مصر پدیدار شده. مصر سرزمین مد هست، سرزمین موزیک هست، سرزمین رقص و پایکوبی هست مصر باستان. اما ما در این رو در بایستی ها گیر کردیم. بنابراین بایستی تکلیف خودمون رو مشخص کنیم. آیا نگران بد ناراحت شدن دوستانمون هستیم یا نگران واقعا آینده کره زمین خودمون هستیم؟ و آینده کره زمین ما در گروی اندیشه سنجشگر هست. و این اندیشه سنجشگر به شما میگه که بایستی که ما این رودربایستی های مذهبی و تاریخی رو کنار بگذاریم که کار داده دست ما، کار داده دست ما. و مردم ما، جوانان ما بایستی بیش از پیش بدونن که این امامان قاتلین پدران و مادران اونها هستند. ایران ما رو به آتش کشیدن. ایران ما رو به آتش کشیدن. چقدر که دست و پا قطع کردن. چقدر که گردن زدن. چقدر که گردن پدران و مادران ما رو قطع کردن. بنابراین بایستی از خودمون خجالت بکشیم. بایستی که از خودمون خجالت بکشیم. که جرأت نکنیم در مورد جنایت این آدم ها با کودکان خودمون صحبت کنیم. و در مصر هم همینطور هست. بایستی از خودمون خجالت بکشیم که در مورد تاریخ درخشان این کشور صحبت نکنیم. چقدر که ما بدهکار فراعنه مصر هستیم، اما به جای اون به خاطر تحریفات مذهبی واژه تفرعون رو وارد ادبیات خودمون کردیم. تفرعون. چقدر که ما مدیون فراعنه مصر هستیم. کدوم کشور دنیا هفت تا فرعون زن داره؟ شاه شاهان که برجسته ترین اونها هتشپسوت هست، 22 سال در مصر فرعون هست. و ما در زمان اون شاهد آموزش و پرورش مجانی هستیم. تگزنی، کشتیرانی، آسمان خراش، صبح، یک زن برجسته. هیچ بار همه اینا رو ما ول کردیم به خاطر این رودربایستی ها. این رودربایستی ها رو بایستی کنار گذاشت. و این بسیجی ها و این پاسدار ها به خاطر همین آموزش های غلط هست که بسیجی شدن. امروز جنگ میانه بهترین فرزندان ایران هست، همیهنانم، و شرورترین فرزندان اسلام. این رودربایستی رو باستی کنار گذاشت. امروز جنگ میانه بهترین فرزندان ایران هست و شرورترین فرزندان اسلام. به همین سادگی. و پیروزی دم دست ماست. به خاطر آگاهی هایی که جوانان ما پیدا کردن و نوجوانان ما، ما با یک اردنگی ملی، با یک اردنگی ملی سرانجام پس از قرنها، پس از صده ها میتونیم که از دست این ضحاک تاریخی راحت بشیم. ممنون است. سپاسگزارم جناب دکتر نوذری عزیز. چون من عذر میخوام از دو نفر از دو نوبتی که هست، چون صحبت از بدون رودرواسی و بدون تعارفات هستش، برنامه یک حزب سیاسی
چطور میتونه باشه؟ حزبی که خواهان براندازی است، حزبی که به هر حال ایدئولوژی و پایه و اساسی داره و میخواهد که در اون جامعه به قدرت برسه، جامعه‌ای که ما الان داریم میبینیم و میشنویم و میشناسیم، اون چیزی که آرزو داریم در آینده ممکنه به هر حال پیش بیاد، اما در حال حاضر یک حزب سیاسی چطور میتونه با این مقوله برخورد بکنه؟ ممنون هستم. با آگاهی دادن، با آگاهی دادن، یعنی اکس مردم ما بایستی بدونن که این تشیع نه آغازی داره نه پایانی داره، نه سری داره نه تهی داره. ببینید، شما زمانی که به یک آدم میگید حجت الاسلام یا آیت الله یا عالم، همه چیز دان، همه چیز رو میدونه، عالم هست، اینها آدم هایی هستن که سالها و سالها به راستی پرت و پلا مطالعه کردن، سالها آدم هایی هستن که چیزهایی رو مطالعه کردن که هیچ گونه ارزشی نداره، اما ما مرتب هندونه زیر بغل اونها گذاشتیم. در همه رژیم ها من پیام من برای شما این هست که ما یک دشمن بزرگ داریم و اون تشیع هست. ما بایستی که یک بار برای همیشه از شر اون راحت بشیم. ما بایستی که واقعیت ها رو با هم میهنان خودمون در میون بگذاریم. این ستیزه با دین نیست، ربطی به اون نداره. شما میتونید به لطف قانون و آزادی هر دینی که دوست داشتید داشته باشید در خانه خودتون، به ما چه ربطی داره؟ وظیفه ماست که از شما حمایت کنیم. وظیفه ماست که شما با هر عقیده‌ای، هر دین و مذهبی که هستید، وظیفه ماست که از شما حمایت کنیم. اما این دو مسئله کاملا گوناگون هست، متفاوت هست. اون پس از براندازی هست، احترام به قانون، احترام به آزادی آدم‌ها، هر جور که دوست دارن میتونن فکر کنن. اما آگاهی دادن امروز زمانش هست، امروز زمانش هست و ما این کار اگر نکنیم یک اشتباه بزرگ هست. اسلام واقعی، اسلام راستی، این مناظراتی که ما مرتب شاهد اون هستیم، این یک فرصت تاریخی است برای ما که یک بار برای همیشه از شر دینی راحت بشیم که جز صدمه زدن کاری نکرده. شما نگاه کنید، شما بزرگترین خارداشت ها رو در کتاب های مذهبی میبینید نسبت به زن، یعنی زن هیچ ارزشی نداره، هیچی. زنان میهن ما در چادر هستن، یعنی کلاغ شدن، حتی نور آفتاب به بدن اونها نمیرسه، کالا هستن. اما ما از اینا هیچ وقت صحبت نمی کنیم. اگر پاش بیفته خودمون هم به امامزاده میریم، اگر پاش بیفته خودمون هم حاجی میشیم. چطور ما میتونیم قبول کنیم که زمامداران ما حاجی بشن؟ یعنی دور یک جعبه بچرخن، جعبه که جز ستم به میهن ما کاری نکرد. ما چطور میتونیم قبول کنیم از زیر کتابی نیروی مسلح ما رد بشه به هنگام فارغ التحصیلی؟ ما چطور میتونیم قبول کنیم که نیروی مسلح ما در هر رژیمی از زیر یک کتابی رد بشه که شما اگر اون رو بخونید تنتون به لرزه میاد؟ اگر بخونیدش، پر هست از خشونت، رفتار با غلام، رفتار با برده، حتی به کودکان شما رحم نکردن، به کودکان شما تجاوز کردن، به کودکان شما در طول تاریخ تجاوز کردن، به خردسالان ایران. امروز بچه های 9 ساله 10 ساله همسر میشن و ما چطور میتونیم در روی اون خردسالان نگاه کنیم اگر زمانی که بزرگ بشن و به ما بگن که من که بچه بودم، شما که بزرگ بودید واسه من چه کار کردید؟ من که بچه بودم، من که 9 سالم بود. ما در سال بیش از 50-60 هزار کودک خردسال داریم که به عقد این ملاها و بسیجی ها در میان، در رخت خواب آدم هایی هستن که میتونستن پدر بزرگ اونها باشن و این در تاریخ ما مرتب رخ داده. و به خاطر همین هم است که ما بایستی که این رو در بایستی رو کنار بگذاریم. ما بایستی که درست مانند فردوسی عمل کنیم، ما بایستی که مانند عمر خیام عمل کنیم. و من بارها گفتم واقعا به این ایمان دارم، آینده ما در گروی شاهنامه است، آینده ما در گروی شاهنامه است. این خروشان رود دلارام، شاهنامه به راستی این خروشان رود دلارام هست که به ما خردورزی و خردمندی رو یاد میده و میهن دوستی رو و میهن پرستی رو. و بارها گفتم برای جوانان ایران که پهلوان در شاهنامه یک قلدر نیست، پهلوان در شاهنامه زور بازو نیست، پهلوان در شاهنامه اندیشه ساز هست، مانند امیر زولا. پهلوان خردمند هست، خردورز هست و دلنگران، دلنگران ایران و دلنگران مرزهای ایران. و ایران ما و مرزهای ایران ما توسط این دین مرتب بهش ظلم شده و بهش تجاوز شده.
بنابراین سیاه و سفید هست. بازی که تکلیف خودمون رو مشخص کنیم و اگر این صداها بلند بشه به گوش جوانان ما میرسه، اگر این صداها بلند بشه به گوش اونها میرسه و ما میتونیم شاهد رنسانس ایران باشیم. ممنون هستم. سپاسگزارم جناب نوذری. یک سوال از کلاب هاوس هستش. سوال شده که حالا که دوره مذهب و تقلید کورکورانه مردم از اسلام تقریبا به سر رسیده، مردم ایران باید برای چه نیرنگی از طرف رژیم هوشیار باشند؟ یا حدس میزنید یا توضیح هست بفرمایید. ببینید، پشت رژیم به دیوار هست، رژیم از درون پوسیده است، هر لحظه ممکنه که از هم بپاشه. شما یعنی بیدار میشین میگن اینا رفتن. رژیم از درون فاسد هست، از درون پوسیده است، آه در بساط ندارن. اقتصاد ایران کاملا ورشکست است، اقتصاد ایران ورشکست است، تورم بیداد میکنه. 60% از هممیهنان ما زیر مرز فقر زندگی میکنن در ثروتمندترین کشور دنیا. ما به لطف هم‌آوایی و همدلی، اراده مردمی سرانجام میتونیم که این رژیم رو شکست بدیم به همین سادگی. ببینید، هیچ زبانی به اندازه ما رسانه فارسی زبان نداره. ببینید، چینی ها بالا 1 میلیارد نفر هستن. شما ببینید، برید توی لس آنجلس ببینید ما چند تا رسانه چینی زبان داریم. ما دارای تایلند رو نگاه کنید، ویتنام رو نگاه کنید، اندونزی رو نگاه کنید، ببینید ما چند تا رادیو تلویزیون به زبان ویتنامی داریم. شما آلمان ها رو نگاه کنید. حالا بیاید به سراغ ایرانی ها، میبینید که ما هزاران صدها رسانه فارسی زبان داریم، چپ و راست. اما این هم راضی نیست که بر کسی پوشیده باشه. شما نگاه کنید چه بر سر ایران دارن میارن. حالا در مقابل اون، من بارها گفتم، شما نگاه کنید به جنرال دوگل و یک رادیو، جنرال دوگل و یک رادیو، با یک رادیو چه ارتباطی برقرار کرد با مردم فرانسه. من باور کنید هر بار که به سخنان دوگل گوش میکنم و این برنامه رادیویی، اشک توی چشمام میاد. یعنی به بزرگی این مرد و در چه فاصله کوتاهی شروع میکنه به سازماندهی و ساماندهی، سازماندهی و ساماندهی با یک رادیو، با ایجاد ارتباط کردن. حالا شما نگاه کنید به رسانه هایمون. من یک مثال برای شما زدم، نگاه کنید به نشست بیولی هیلز، برنامه گذاران ما در اونجا حضور دارن. شما نگاه کنید به مسابقات فوتبالی که برگزار میشه، کنسرت هایی که گذاشته میشه توسط رژیم و رسانه ها. بنابراین ما یک فرصت بزرگ تاریخی داریم. حیف هست که این فرصت رو از دست بدیم. ایران ما در حال از بین رفتن است. ایران ما لبه پرتگاه است و من تردید ندارم که اگر ما رو در بایستی ها رو کنار بگذاریم، اگر ما رک و پوسکنده با هم میهنان خودمون صحبت کنیم، مغز انسان، هم میهنانم، به نیکی و درستی پاسخ میده. مغز انسان به آموزش و پرورش پاسخ میده. مغز انسان یک مغز بیگناه است، اما این مغز توانمند به دنیا نمیاد، توانمند میشه. اونو توانمند کنیم. مغز انسان توانمند به دنیا نمیاد، اما مغز هم میهنان ما بیگناه است. هیچ آدمی خردمند و خردورز به دنیا نمیاد. ما امروز این توانایی رو داریم به لطف این همه رسانه‌ای که داریم، به لطف این همه اندیشه ساز که داریم، میهن خودمون رو نجات بدیم. و امیدوار هستم که ما این فرصت تاریخی رو از دست ندیم. این یک فرصت تاریخی هست، پشت رژیم به دیوار هست، رژیم از درون پوسیده است، فاسد هست، آه در بساط نداره. این واقعا یک فرصت تاریخی هست که امیدوار هستم اون رو از دست ندیم. ممنون هستم. سپاسگزارم. دو نفر در نوبت داریم، خواهش میکنم بعد از آقای پاشایی دیگه نوبت نزنید چون وقت هم زیاد نیست. آقای کرباسی بفرمایید. خواهش میکنم. به پاس از شما. جناب نوذری گرامی، شما همیشه در صحبتاتون به برخورد اندیشه ها اشاره میکنید که به هر حال امر مهمی هست. البته میدونم که برنامه امروز در مورد دین و سیاست است، اما این برخورد اندیشه ها در آینده پس از جمهوری اسلامی هیچ حد و مرزی داره از دیدگاه شما؟ هیچ خط قرمزی داره؟ چون به هر حال قرار است که رک و راست هم صحبت بکنیم. مسئله، البته اینی که میگم هیچ نگرانی خودم به شخصه ندارم، مسئله این افرادی که در کلاب هاست مخصوصا خیلی به اسم تجزیه طلب یا استقلال طلب هرچی که خودشون عنوان میکنن هست، بازم میگم که جای نگرانی در موردش نیست، اما به هر حال افرادی هستن که جست و گریخته صحبت میکنن. در اون آینده تکلیف ما با این افراد چی هست؟ آیا باید اساسا باهاشون وارد گفتگویی شد، یا از اونجایی که خودشون ایرانی نمیدونن، که البته ما میدونیم و از لحاظ حقوق بین الملل که اینا ایرانیان، باهاشون چه برخوردی باید داشت از دید اون برخورد اندیشه‌ها که خودتون فرمودید؟ مرسی. ببینید،
امکان نداره ایران ما تجزیه بشه. من بارها گفتم همه ما در ایران لور هستیم، همه ما در ایران بلوچ هستیم، همه ما در ایران اهل خراسان هستیم، همه ما همشهری حافظ هستیم، همه ما همشهری عمر خیام هستیم. مگر شما میتونید فردوسی ما رو از یک شیرازی بگیرید یا حافظ ما رو از گرگان؟ در دام رسانه‌های فارسی زبان و اپوزیسیون صادراتی و اپوزیسیون کنترل شده نیفتید. تجزیه ایران ایجاد ترس. ببینید، ترس یک گیرنده قدیمی هست، یک گیرنده عتیقه هست، در انسان هست، در حیوانات هم هست. من بارها از لحاظ بیولوژیک در مورد اون صحبت کردم، نمیخوام سرتون رو درد بیارم. واژه علمی اون هست type 1 error. برای نمونه، شما در یک مزرعه یک مترسک رو میبینید، کلاغی گرسنه است. این کلاغ روزها و هفته ها ترجیح میده فکر کنه که این مترسک خود آقای کشاورز هست و مبادا که اون رو شکار کنه، بنابراین از خوردن خودداری میکنه، یعنی حاضر گرسنگی بکشه، تشنگی بکشه، اما از ترس اون مترسک که مبادا آقای کشاورز باشه وارد اون مزرعه نمیشه. Type 1 error, false positive. این ترس امتحان خودش رو پس داده، کار میکنه. بنابراین کار اپوزیسیون صادراتی ایجاد ترس است. کار اپوزیسیون صادراتی ایجاد ترس است. و در دام این ترس نباستی که افتاد. در دام این ترس نباستی که افتاد. و من واقعا در این مورد تردید ندارم که نقطه مشترک همه ما عشق به ایران است. من در این تردیدی ندارم. اصلا با جوانان ایران در کردستان که صحبت میکنم، در خرم‌آباد که صحبت میکنم، در بندرعباس، در مازندران، آذربایجان، سیستان، شما عشق اونها رو به ایران میبینید، عشق اونها رو به ایران میبینید. ممنون هستم. سپاسگزارم جناب نوذری. جناب پاشایی خواهش میکنم. ممنون دکتر جان، خیلی ممنون که فرصت بدید ما دو مرتبه سوال کنیم. در مورد الان آقای ویتا نوشت که مثلا برغه رو ما چیکارش میکنیم، چون در انگلستان آزاد دارد، در فرانسه ممنوع، در ایران شد. خب طبیعی تون که شما فرمودین قانون تکلیفش رو معلوم میکنه، قانون میگه آقا برغه ممنوع است و نباید تو خیابون سر کنی، ولی با این در داخل منزل با این فکری که برغه رو به اعتاب تبلیغ میکنه، با اون مادر بزرگی که به اعتاب بچهش میکوبه اونو باید چیکار کرد؟ در اینها نقش روشنفکری چیه این وسط؟ ببین ما میبینیم در گذشته کسوی میاد و در مورد مطلب می نویسه، توضیح میده فلان، ولی روشنفکرها دنبالش نمی کنن. روشنفکر ایرانی دنبال کسوی نمیره و حتی اگر بهش معتقد باشه، حتی اگر به حرفات درست و معتقد باشه، خودش رو وارد این درگیری نمی کنه که بره و از حرف کسوی پشتیبانی کنه. خب شما می خواهم بیتر همونی خودتون فرمودین، شما و دکتر نیری مطالبی میگین و به اون حجم بزرگ مردم میبینن، نشون میده که مردم طالبن که بشنون، یعنی طالبن که در این برخورد افراد حرف بشنن. این وقتت نقش روشنفکری که باید به میدانش آورد، باید تشویق شکل میدان بگیر، اونو باید چجوری به تا بهش جامعه عمل کنید. ممنون هستم. ببینید، نقش روشنفکری رو اندیشه سازی هست، اندیشه ساز باید که اندیشه ساز باشن. این چارلز داروین، ببینید چارلز داروین هر هفته با همسر خودش به میره. همسر چارلز داروین به شدت متدین هست و همش نگران هست که مبادا پس از مرگ این دو در بهشت دوباره همدیگر رو نبینن. عاشق هم هست. چارلز داروین عاشق همسر خودش هست و همسر داروین عاشق چارلز داروین. چارلز داروین چه مرد بزرگی هست. واقعا گل هست، گل به تمام معنا. خودش، پدرش، پدر بزرگش، بچه‌هاش. امیدوارم یک روز در مورد چارلز داروین بتونیم صحبت کنیم که آدم واقعا کیف می‌کنه از شخصیت این آدم، از خوش‌قلبی این آدم، از فریدگی او. اما همسر او به شدت متدین است. چارلز داروین هر هفته همسر خودش رو به کلیسا میبره. اون کشیش ها عاشق داروین هستن، از اون خواهش میکنن بیاد توی کلیسا. داروین میگه نه، من به این حرفایی که شما میزنید اعتقادی ندارم، یک دوری میزنم و برمیگردم به دنبال همسر. و زمانی که به دنبال همسرش میره و حتی کودکان خودش در کلیسا، پس از بازگشت به اعتقاد شما آقای پاشایی در آزمایشگاه های چارلز داروین چه کسانی دستیار او هستن؟ داروین میره به کلیسا، همسر و کودکان خودش رو میاره به خونه، در خونه خودش آزمایشگاه داره. به اعتقاد شما چه کسانی دستیار او هست؟ همسر خودش و کودکان خودش. به اونها میگه که به این جنین نگاه کنید، جنین یک فرض کنید لاک‌پشت، جنین یک خرگوش، جنین یک شیر. به اونها میگه ببینید همه اینا شبیه به هم هستن. اگه گفتید چرا؟
اگه گفتید چرا؟ یا جنین یک مار رو نشون میده که دارای دست و پاست، اما میگه وقتی که این مار به دنیا میاد نه دست داره نه پا، اگه گفتید چرا؟ اگه گفتید چرا؟ به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، به من پاسخ به پرسش ها رو ندید، بذارید خود من فکر کنم. بنابراین زمانی که ما با هممیهنان خودمون در مورد فرگشت صحبت کردیم، فرگشت حیات، در مورد ژن ها، پروتئین ها، اپیژن ها، جوانان علاقه من شد. دیگه امکان نداره، امکان نداره این پرت و پلاهای کتاب های دینی در مغز اونها بره. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و کار روشن فکران ما بایستی همین باشه. به اونها چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. ابزار رو در اختیار اونها قرار بدید. و ما در طول سده ها پرسشگری رو ممنوع اعلام کردیم. یا پاسخ به پرسش ها رو دادیم آقای پاشایی. ما مرتب پاسخ به پرسش ها رو دادیم. هیچ وقت به اونها نگفتیم خودتون برید به دنبال پرسش. ببینید خیلی جالب هست. داروین همسر خودش رو میبره به کلیسا و کودکان خودش که آموزش دینی ببینن. اما وقتی که برمیگردن کودک خودش دستیار اوست. همسر او دستیار اوست. و مرتب به اونها observation نگاه کردن رو یاد میده. و چقدر که زمانی که در حال مرگ هست به همسر خودش میگه که چه سعادت بزرگی بود که من همسر تو بودم. و به دو پرستار خودش میگه که این بیماری هم برای من یک سعادتی شد که از مهر شما بهره مند بشم. یعنی به قدر این آدم مثبت هست. و آخرین کتاب خودش رو به کرم خاکی اختصاص داده. چارلز داروین آخرین کتاب خودش رو به کرم اختصاص داده. چرا؟ که در زندگی پیوستگی است و میان موجودات تفاوت هست، اما سلسله مراتب و درجه بندی نیست. که یک کرم خاکی هم محترم هست، که همه جانداران محترم هست و اشاره میکنه به نقش کرم داروین در چرخه زندگی، نقشی که بازی میکنه. آخرین پیام چارلز داروین است. و من میخوام بگم که اگر در میهن ما به هم میهنان خودمون احترام بگذاریم، که من هم پاره تن ایرانم، که من هم کسی هستم. در میهن ما هیچ وقت من کسی نبوده، ما هیچ وقت خودباوری نداشتیم، ما هیچ وقت به هم میهنان خودمون احترام نگذاشتیم. من همیشه تصمیم گرفته. ما عاشق دیکتاتورهای خودمون هستیم. ما هیچ وقت به دنبال قانون نرفتیم، برامون هم اهمیت نداشت. و بعدها چوب اون رو میخوریم. ممکنه یک چیزی شما به دست بیارید، اما ده ها سال بعد اون رو از دست میدید. احترام، آزادی، قانون. مغز انسان به همین ها پاسخ میده، به خاطر اینکه انسان یک جاندار خوب هست. هر کودک انسانی یک هنرمند است تا اینکه بزرگ میشود، یعنی ما خرابش میکنیم، بزرگ شد. مغز انسان به آموزش پاسخ میده و هیچ وقت در دام این صحبت ها نیفتید. ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است. هیچ واقعیت علمی در این شعر نیست. هیچ آدمی ذات بد نداره. هیچ آدمی خشن به دنیا نمیاد. آدم ها خشن میشن، آدم ها بد میشن، آدم ها ظالم میشن، اما هیچ انسانی بد به دنیا نمیاد. و شما میتونید فرزند آدولف هیتلر باشید و مهاتما گاندی از آب در بیاید و مادر ترزا از آب در بیاید. و ما داره یک عقده تاریخی هستیم. این مغول ها اومدند و این ذات ما رو، این ژن های مرغوب ما رو به هم زدند. بلا ما چی بودیم؟ این عرب ها اومدند و این ذات و فطرت و ژن های مرغوب ما رو به هم زدند. بلا ما چی بودیم؟ ما باید این عقده های تاریخی رو کنار بگذاریم و یک بار دیگه یک پیوندی بزنیم با بینش و منش فرهیختگان خودمون، با حافظ، با عمر خیام، با زکریا، با فردوسی. اما این بار دریچه علم رو هم باز کنیم و باور کنیم هم میهنان ما به اون پاسخ میدن. درگیر سیاست و بازیهای سیاسی نشید. راستی و نیکی، هم میهنان ما به اون پاسخ میدن. صداقت، هم میهنان ما به اون پاسخ میدن. از ته دلتون صحبت کنید، به دل اونها خواهد نشست. با دل هم میهنان خودتون پیوند برقرار کنید. با دل هم میهنان خودتون که بدونن که اون چیزی که میان همه ما مشترک هست عشق هست و اون عشق به ایران هست. و بارها گفتم پهلوان در ایران دلنگران هست، دلنگران مرزهای ایران، دلنگران هممیهنان خودش هست. پهلوان یک اندیشه ساز هست. بنابراین فوتبال که توپ بازی نیست، یک سری آدم از این طرف بدون اون طرف بزن. ورزش رو ورزش کنیم مانند شاهنامه. شما نگاه کنید سهراب چگونه ورزش رو در سایه فرهنگ پدر یاد میگیره. اصلا فوق‌العاده است این فردوسی ما. فوق‌العاده است. ما محروم کردیم جوانان خودمون رو از فردوسی، از زکریا. یک عمر به اونها گفتیم زکریا یعنی الکل. هیچ وقت جرأت نکردیم یک رودربایستی تاریخی رو کنار بگذاریم که زکریای رازی بدون رودربایستی
رک و پوسکنده اعلام میکنه که شما باید احمق باشید. احمق باشید که فکر کنید یک آدمی رفته درون غار و با یک موجودی ارتباط برقرار میکنه. اصلا فوق‌العاده هست. شما تصورش رو بکنید، یک مرد بالای 1000 سال پیش میگه باید ابله باشید که فکر بکنید یکی میره بالای کوه که نزدیک بشه به یک موجودی برای ایجاد ارتباط به نام وحی، رک و پوسکنده بدون رو در بایستی. و ببینید که چقدر عزیز ماست، چقدر که ما زکریا رو هنوز دوست داریم. اما هیچ وقت به ما نگفتن که زکریای رازی یکی از پدران رنسانس هست، یکی از پدران رنسانس که ریشه های رنسانس در قرون وسطا بود. رنسانس به ناگاه به دنیا نیومد، ریشه های اون در صدای میانه بود. شما نگاه کنید به عمر خیام، ما سال هاست که با عمر خیام مست میکنیم، مست میکنیم، ودکا میخوریم و مست میکنیم و موزیکی گوش میکنیم و کیف میکنیم. هیچگاه به هم میهنان خودمون نگفتیم که عمر خیام زیباترین و قدرتمندترین واژه رو وارد دنیای علم کرد. I don't know probability. حقیقت در انحصار کسی نیست، که هنوز هم در دانشگاه های دنیا تدریس میشه. من این افتخار رو داشتم که مشاور وزیر آموزش عالی و پژوهش در ایتالیا بودم. باور کنید کمتر دانشگاهی در ایتالیا هست که از عمر خیام یاد نکنه. اما خود ما با عمر خیام مست کردیم. ما با حافظ هنوز هم فال میگیریم، در صورتی که حافظ مرتب اعلام خطر میکنه. رو در بایسی رو کنار گذاشت، رک و پوسکنده اعلام میکنه که این دین و مذهب پشیزی ارزش نداره. حمله میکنه به عارف، به صوفی، به آخوند، به زاهد، به مؤمن. رک و پوسکنده. شما راشو بخونید اصلا حیرت آور هست شخصیت های ما. اما ما به فرزندان خودمون گفتیم که بیایید با اون فال بگیرید، یا اینجا اونجا ترانه میگذارین، ترانه های غم انگیز که درست این روزخانی هستن. اصلا این شباهتی به شعرهای حافظ ندارن، حال آدم به هم میزنه. اصلا این شباهتی به اون ندارن. و باور کنید آقای پاشایی، این دختر خانم های شیراز که چند هفته پیش اون قرش خودشون رو در نهایت آرامش اجرا کردن که سپهر ایران رو به لرزه درآورد، حافظ رو سربلند میکرد. در شیراز بود دیگه، چند قدمی حافظ. باور کنید اگر حافظ بود گریه میکرد از شادی. و باور کنید اگر شما به فردوسی میگفتید که 1000 سال بعد زنان ایران نمیتونن برن استادیوم فوتبال، 1000 سال پس از تو که این همه زن رو، قدر زن رو، ارزش زن رو به ما نشون دادید، که زن چه نقشی در شاهنامه داره، زنان شاهنامه اصلا حیرت آور هست. زنان شاهنامه حیرت آور هست، در فرهیختگی، در شجاعت، در دلاوری، در اندیشه سازی. شما نگاه کنید به سیندخت، به رودابه، به اون گفتگوی رودابه در مقابل سام. اصلا حیرت آور هست گفتگوی رودابه با سام، که رستم ما نیم کابلی هست، اهل افغانستان هست. رستم ما نیم کابلی هست، اهل افغانستان هست. و با چطور میتونیم از تازه ایران صحبت کنیم؟ پهلوانان ما متعلق به یک سرزمینی هستن که از ایران ما هم بزرگتر هست، ایران امروز ما. فرهنگ ما در بلخ هم هست، در سمرقند و بخارا هم هست. و شما نگاه کنید عشق به اینها چطور در این منطقه آتش گرفته و این جرقه ها دارن به هم پیوند میخورن. بخت بار دیگر با ماست، هم میهنانم. بخت بار دیگر با ماست. این فرصت طلایی رو از دست ندید. ما به یاری سازماندهی و ساماندهی میتونیم که سرانجام یک بار برای همیشه از شر این دین لعنتی راحت بشی. ممنون هستم. بی نهایت سپاسگزار جناب دکتر نوذری عزیز. بی نهایت استفاده کردیم. من به شخصه که خودم بسیار بسیار استفاده کردم و از گفتار شما لذت بردم. سپاس از اینکه وقت گذاشتید و آمدید و به هر حال ما از وجود شما استفاده کردیم. بی نهایت سپاسگزارم. جناب پاشایی صحبتی آخری دارید؟ بفرمایید. خواهش میکنم که چون دیگه خداحافظی بکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنون آقای دکتر نوذری عزیز، که ممنون میشه به ما لطف داره، محبت داره و اجازه میده که از مطلبش استفاده کنیم. امیدوارم که در مورد دایره که دکتر اشاره کرد حتما یک جلسه برام صحبت کنه. حتماً. و امیدوارم که بازم در خدمتتون باشیم. بسیار ممنون از محبتتون. حتما خدمتتون زنگ میزنم که هم دیگه ببینیم و یکم از بحثتون استفاده کنیم. جناب دکتر نوذری، من هم به نوبه خودم از طرف دوستان عزیزی، هموندانی که اینجا تشریف داشتن، سپاسگزار هستم. از خودم سپاسگزار هستم.